درود بر دوستان عزیز، امیدوارم حال همگی خیلی خوب باشه. امروز قصد دارم آخرین درس از مبحث ضربات یا پایه‌های تنبک نوازی رو بهتون آموزش بدم. مبحث ضربات مبحثی است که ما طی این 8 درس اخیر نحوه اجرای صحیح 5 ضربه اصلی رو یاد گرفتیم. اما این درس چرا اهمیت داره؟ به این جهت تا مادامی که بناست ما تنبک رو فقط با 2 تا ضربه بزنیم کار بسیار ساده است، اما هممون خیلی خوب میدونیم واقعیت نوازندگی تنبکی نیست. یه جایی که من تنب میزنم بعدش این دستم هر ضربه بزنه احتمال خیلی زیاد ضربه بعدی که با دست راستم زدم یا دست هشتم یا دست پایینم زدم ممکنه دیگه تنب نباشه، ممکنه دست باز هشت یا هشت یا بک باشه. نتیجتا بهتره که ما بیایم اینها رو مجزا و بیرون از قطعه و ریتم و متدمون تمرین کنیم. در واقع منظورم از متد نوت‌هایی هست که جلوم میذارم به عنوان یه قطعه باید اجرا کنیم. خب ببینید، از اینجا شروع کنیم. اولین شیفتی که در نظر میگیریم تغییر حالت دست بین توم و دست باز هشت باشه. نکاتش اینه، تا میتونید سرعت رو بیارید اینو طی تجربه سالها تدریس به دست آوردم. آفت یادگیری تعجیله. عجله نکنید، اون اولش سرعت تا میتونید پایین نگه دارید. توم اصلا بهتره چند تا توم قبلش بزنید دست شکل بگیره، چند تا دست باز هشت قبلش بزنید، جدای از اینکه پیشتر اینا رو تمرین کردید باز بزنید. حالا بیاین تازه بین توم و دست باز هشت یک شیفت ایجاد کنید تا میتونید سرعت پایین. به مرور زمان با صبوری، حالا این ویدیو این اجازه رو به من نمیده که عین این تمرین رو براتون پیش ببرم، مجالش نیست، ولی مثلا تا این نیم ساعت برسید به سرعت. دوستانی هم که تجربه بیشتری بر نوازندگی دارن در سطح متوسط به بالا هستن، اونها میتونن این تمرین رو انجام بدن. خطراتی که شما رو تهدید میکنه، احتمالاً اگر سریع بزنید و بی‌دقت و عجله کنید ممکنه که بعد از تومتون دست بازشتون کمی گرد بمونه که این بسیار خطاست، باید انگشتمون کشیده باشه، یا ممکنه بعد از دست باز هشت تومی که میزنید انگشتا از هم باز باشه، این هم یه خطای بزرگه، انگشت ما بست از ما. خب منطقه شیفت بعدی اون دست باز هشت به بک هست. همه اون مواردی که گفتم و لطفا رعایت کنید. و میتونیم حس بزنیم که بعدیش بک به توم هست. خیلی تمرین کنید. به شدت گیرهای نوازندگی تو دست ما از همین ناحیه شروع میشه. و اما این دیگری به قدری سخته که اصلا توصیه میکنم حالا تندش نکنید. دست باز هفت به پلنگ ها. بلخص پلنگ 3 و 4. چرا؟ ما مادامی که میخواییم دست باز هفت بزنیم خیلی مهمه که یادمون باشه اول انگشت کوچیک یا انگشت شماره 1 اون فرو. خب وقتی پلنگ انگشت کوچیکم میزنیم که البته کم کار برده خیلی مشکلی وجود نداره، ولی وقتی وارد پلنگ های دیگری میشیم دقیقا شروع میکنه این انگشت کوچیک ما میره رو به بالا و دور میشه از پوست. باید سریع برش گردونیم پایین برای دست باز هفت آمادش کنیم. الان پلنگ 3 رو که دارم میزنم توجه بفرمایید کاملا انگشت شماره 1 یا انگشت کوچیک من رفته بالا، پس در حقیقت یه اتفاق اینجوری تو دستم رخ میده برای زدن پلنگ، برای زدن دست باز. مسلماً تو پلنگ آخر یا پلنگ 4 هم این مسئله هست. من به دوستان که تدریس میکنم این ویدیو رو اسمش گذاشتم مهمترین درس. خیلی خطرناک، خیلی مراقب باشید. اون اکول موتور سواری و زیر مچ دست رو هم رعایت بکنید. باز هم ازتون خواهش میکنم و توصیه میکنم با حوصله و با صبوری تمرین کنید و دقتتون رو در دیدن ویدیو و دست معلمتون در این حال با مقایسه دست خودتون در آینه بالا ببرید. موفق باشید.